بیننده های عزیز، حالا با جناب آقای آرا، کسی که داور دوم برنامه استعداد افغان در افغانستان و در تلویزیون یک هست، صحبت هایی خواهیم داشت. اما در ابتدا میخوایم توجه شما رو جلب به این بدارم که برنامه استعداد افغان چگونه برنامه است. همکارم روی این مسئله پرداخته و در رابطه با همین برنامه استعداد افغان گزارش هم آماده کرده. شما تصاویر را ببینید میدانید که این برنامه چگونه برنامه است. تماشا کنید. افغانستان آورد، منتظر من باشید. استعداد افغان حالا در افغانستان. بله، حالا با داور دوم این برنامه جناب آقای فرهاد دریاخ صحبت کردیم. آمده بودن در برنامه صحبت هایی داشتیم اینکه استعدادهای افغان را چگونه کشف بکنیم، پیدا بکنیم در این برنامه، و حالا هم با جناب آقای سلمه آرا، کسی که کارهای هنری خود را با گروه سرخ، گروه هنری گل سرخ و تئاتر به همین نام آغاز کرد در دهه 80 میلادی و همچنان پای این هنرپیشه به تلویزیون باز شد و نمایشنامه های انتقادی او مورد توجه زیادی قرار گرفت. آقای زلمه‌آرا با استعداد خوبی که دارد میتواند صداها و حرکات شمار زیادی از شخصیت های و همچنان کارشناس های سیاسی را به شما تقلید بکند. جناب آقای آرا حالا فعلا در امریکا زندگی میکنند و ما هم توانستیم بعد از تلاش ها با ایشان از طریق تصویری در ارتباط باشیم و ایشان را حالا میخواییم صبح بخیری و خوش آمدید به برنامه گلبانگ بگوییم. سلام، صدای ما را میشنوین؟ سلام نظری صاحب، صبح شما خوش. من بسیار زیاد همین لحظه آنقدر احساساتی هستم که همراه شما صحبت میکنم و یک سلام گرم برای تمام هموطنان نازنین مهربان من، برای تمام فامیلای افغان ما، برای تمام فامیلای مهربان و هنر دوست و وطن دوست ما، و به شما نازنینایی که بر فرهنگ افغانستان، بر مردمتان خدمت میکنین، و ما هم تنها شما را نگذاشته و ما هم مردم خود تنها نگذاشته، هر جایی که بودیم با غم و با خوشی مردم خود یک جا بودیم، تا می لحظه با مردم خود هستیم. صبح شما خوش. بخیر باشین، سلامت باشین. چند وقت است که از سرزمین افغانستان دور هستین و به اینجا نیومدین؟ حالا مردم خیلی علاقمند هستن شما رو ببینن، کارهای هنریتون را. من زیاد وقت است که از وطن نازنین خود دور هستم، اما با وصفی که دور هستم با هموطنهای نازنین خود همیشه یک جای هستم. هموطنهایی که دور از آغوش وطن هستن، دور از نازنینای خود هستند، سر تا سر دنیا فقط همساله عرض برنامه های دارم، برنامه هایی که فقط مردم خود تنها نگذاشتیم، تا می لحظه با لحظه خوش دارم که با مردم خود باشم، تا بمیرم به مردم خود خدمت کنم. و افتخار میکنم برای شما نازنینا که همچون برنامه را روی دست گرفتین و از هنرمند محبوب و بزرگ خود فرهاد دریا یک عالم اظهار سپاس میکنم که اونا محبت کردن، همراه ما صحبت کردن که تا این بتانیم جوانای نازنین خود، جوانایی که استعداد دارن، استعدادشان تا حال فعلا به حساب یعنی نبوغ نکرده، ما بتانیم اونا را از مردم خود پیدا کنیم، جایگاه خود جاگزین بسازیم که تا اونها هم بتانن مثل ما بر فرهنگ خود و مردم خود تاج فرهنگ افغانستان شوند. بزرگی برنامه استعداد افغان جناب آرا میخواستیم از شما بشنویم. این برنامه حالا برنامه جهانی هم هست، در کشورهای دیگر هم روی همین
فرمت و روی همین برنامه کار میکنن. استعدادهای دیگر کشورها هم شکوفا میشه. دیدگاه شما چی هست؟ چقدر ما میتونیم در افغانستان این برنامه بزرگ را با همین بزرگیش آغاز بکنیم و استعدادهای بزرگی را هم در این برنامه شکوفا بسازیم؟ من انشالله یقین دارم که با این کار که شما آغاز کردین و با کمک هنرمند بزرگ محبوب ما فرهاد دریا و ما بتانیم فقط گلهای را بچینیم که اونها تا فعلا زیر خاک هستند. اونها ما افغانستان اما تو که خزانه لال است، واقعیت استعدادها، یعنی استعدادها باید رشد کنه، استعدادها باید از پیدا شود که هست، اما هست، ما هر چیز داریم و ما کوشش میکنیم که انشالله بخیر دمی برنامه بزرگ تماما استعدادها را از تماما ولایت های افغانستان جمع کنیم و اینا را بر مردم دنیا معرفی کنیم که وطن ما در این حالت که چی شرایط را ما داشتیم، ما چنین استعدادهایی را داریم، ما چنین جوانا و چنین اطفال نازنین و چنین خواهرای مهربان و چنین جوانای نازنین را داریم که از گلویشان آتش باد میشه و ما باید از اینا را به جهانیان معرفی کنیم و جهانیان بفهمند که افغانستان افغانستان است. افغانستان واقعا گلهایی است که اونا پژمرده بود، زیر خاک بود و ما توانستیم که این گلها را به مردم خود پس دوباره از زیر خاک اینا را بکشیم و از جوانای نازنین خود و از تمام مردم مهربان خود، از خواهرای خود، از طفلای نازنین، از تمام عزیزایی که اینا یک تالنت دارن، یک نوآوری دارن، یک استعداد دارن در وجود خود و او را نمیخواین که به حساب تبارز بتن و اونا را ما ازشان خواهش میکنیم که در این برنامه بیاید. این برنامه بسیار برنامه قوی است، بسیار برنامه. ما این برنامه را در تمام دنیا انشالله با خود خواهد داشتیم و این کسایی که جوانایی که در ما از این برنامه به حساب چوز میکنیم، به حساب یعنی به حساب خوش میکنیم، او جوانا را ما او را معرفی میکنیم بر دنیا و ما این جوانا را میخواهیم که بر تمام جهانیان نشان بدیم که ما از افغانستان خود همچون چیزهایی را داشتیم، همچون گلهایی را داشتیم، همچون زیورات را داشتیم که اینها زیر خاک بودن. اینها حال فعلا شما ببینید که ما کی را داریم و از جوانهای خود خواهش میکنم که لطفاً در این برنامه اشتراک کنند. در هر ولایت که هستند، در هر گوشه افغانستان هستند، از ما را وجود ما هستند، فامیل ما هستند، قلب ما هستند. ازشان خواهش میکنم که بیاین در این برنامه اشتراک کنند. دخترها، بچه ها، جوانا، اطفال نازنین بیاین در این پروگرام که اما تو که ما رشد کردیم در وجود خود میدیدیم که و از مردم با کلاس نازنین خود یک جهان اظهار سپاس میکنم که امروز توسط امی اونر خود ما تماما دنیا را میبینم، تماما جهان را میبینم و شما هم مثل ما بیاین یک جای با هم شویم. شما جوانا را ما رشد بتیم، از هیچ کس نشرمین، از هیچ کس اراس نداشته باشین. از شما افتخار افغانستان هستین، شما زیورات هستین که فعلا شما سیقل داده نشدین و شما بخیر بیاین که ما شما را بر دنیا معرفی کنیم. قربان شما جناب آراس، سپاسگزاریم از این که زحمت کشیدین و با ما در ارتباط بودیم. ببینید دخای عزیز، حتما فراموش نکنید که 55 کشوری که برنامه استعداد افغان را، برنامه بزرگ استعداد افغان را آغاز خواهد کرد، همین افغانستان و همین تلویزیون یک است که حالا شما تماشا میکنید. جناب آقا آرا، سلامت باشین، سپاسگزاریم. انشاءالله شما را هرچه زودتر خواهیم دید با آغاز برنامه در استودیو و در برنامه بزرگ استعداد افغان. انشاءالله با امید خدا، با امید و آرزوی موفقیت تمام مردم افغانستان، با امید یک صلح سراسری در افغانستان نازنینم و یک جهان اظهار سپاس میکنم از آقای دریا، هنرمند بزرگ افغانستان خود که اونا همیش محبت میکنند و مرا به حیث داور اونا پذیرفتن. من قلبا ازشان اظهار سپاس میکنم تا ما بتانم همین خدمت را بر جوانا و بر مردم خود انشاءالله که سپاسگزار. سلامت باشین جناب آرا.